با سلام، در آستانه جشن‌های نوروزی هستیم. از این فرصت استفاده می‌کنم تا یک بار دیگر سال نو و نوروز رو به یکایک شما تبریک گفته باشم. در این برنامه گزارشی داریم در همین ارتباط، جشن‌های نوروزی که به همت بنیاد فرهنگی پویا، انجمن جهانی نوروز و بسیاری دیگر از هنرمندان مستقل برگزار شد در تئاتر ژیمناز که خود شما در طول گزارش آن رو خواهید دید و گفتار بیشتر اضافه خواهد بود. اما هفته آینده برنامه زیر آسمان پاریس بخش های بسیاریش به مسئله پرونده هسته‌ای ایران، مذاکرات لوزان و چندین گفتگو و گزارش خواهد بود که از شما دعوت میکنم اون برنامه رو هم ببینید. در حال حاضر جشن‌های نوروزی تئاتر ژیمناز. یک بار دیگر انجمن فرهنگی پویا به همراه چندین بنیاد فرهنگی و نیز هنرمندان مستقل این بار در تئاتر معتبر ژیمناز برگزار کننده جشن نوروزی با برنامه‌های فرهنگی و هنری شده است. ایرانی هر جا که نشانی از منش و ارزش خود را دیده به دور آن گرد آمده و نوروز سمبل کهن ایرانیان به شهادت تاریخ همواره برقرار و باقی به میراث رسیده است. حفظ فرهنگمان نشان از اعتبار و اخلاق ما ایرانیان را دارد و در این شب همان گونه که خواهید دید، نوروز نزد ملت‌های دیگر فراموش نشده و ملل همسایه هم در این جشن‌ها شریکند. اوراق تاریخ هر قدر هم پراکنده، اما کتاب ایران را ملت حفظ کرده و خواهد کرد. در این روزها از چهار گوشه ایران گرفته تا مهاجر و پناهنده، اگر چنین گرد همایی و شبهایی را برگزار می کنند، تکرار همین باور است که نوروز پیروز و نور روشن کننده همه تاریکی ها باشد. همه می دونیم که توی ایران تمام طبقات اجتماع در تمام نقاط ایران شروع می کنن به خانه تکانی از یه ماه قبل از عید. خاک و میز و دایند از در و دیوار و وسیله و پرده و خاطرات و ذهن و قلب و روحش رو، به خاطر اینکه سیاهی جاشو به تمیزی بده، جاشو به سفیدی بده و عشق به جای نفرت رو پاک کنه. بعدم که توی ایران همه شروع میکنن دید و بازدید کردن، اعضای خانواده هم دیگر رو میبینن، در همسایه رو میبینن، هم دیگر رو در آغوش میگیرن، هم دیگر رو لمس میکنن و به هم نوروز پیروز میگن. هر سال دید و بازدیدهای نوروزیمون دید و بازدیدهای مجازیه با خانواده‌مون که در ایران، مخصوصا ماهایی که راه برمون بسته است، حالا نمیتونیم بریم. خانواده‌مون رو روی اسکایپه که باهاشون عید دیدنی میکنیم. دستامون رو که به طرف هم دراز میکنیم، دستمون بگیریم، دستمون میخوره به گرمای اکران و بغل کردنمون مجازیه. گاهی وقتا توی اون تصویر دوری که داریم میبینیم ای یکی از عزیزانمون که پارسال بود دیگه نیست، میفهمیم رفته و ما مجبور بودیم رفتنشون رو. گاهی وقتا یه بچه کوچولو رو تو اون تصویر تار و گنگ اینترنتی میارن بالا، به همون نشون میدن که تازه به دنیا آمده، که با حضورش داره به ما میگه اشکال نداره با همه این فاصله ها، با همه این بازی های آدم بزرگا، به قول سنت اگزوپری، اشکالی نداره، زندگی ادامه داره و نوروز پیروزه. Thank you.
Thank you.
جهان.